هوشمندی بود. مؤسسه حراج هرمان هیستوریکا در آلمان لباس ابریشمی را با قیمت پایه 8800 دلار به حراج گذاشته که میگوید متعلق به فرای پهلوی است. آخرین ملکه ایران درباره این لباس توضیح داده و گفته این لباس احتمالاً نسخه اولیه لباسی بوده که سالها پیش به یک نفر بخشیده است. خبری که روز گذشته در فضای مجازی بسیار بحث برانگیز شد و تردیدهایی را درباره صحت این لباس و شیوه خروجش از ایران به وجود آورد، چرا که لباس مشابهی همچنان در تهران است. مؤسسه هرمان هیستوریکا در مونیخ آلمان گفته که این لباس متعلق به کلکسیون‌های لباس‌های ایرانی فرح پهلوی واپسین شهبانوی ایران است. شهبانو فرح به بی بی سی گفته بود که او این مجموعه لباس‌ها را از ایران نیاورده، اما بعداً توضیح داد دوستی به او یادآوری کرده که لباس حراج شده احتمالاً نسخه اولیه لباسی است که او در ایران جا گذاشته. به گفته فرح پهلوی او لباس ابریشمی سوزندوزی شده را یک بار پوشید، اما حدود 50 سال پیش نامه‌ای از یک دختر جوان از اروپا شرقی دریافت کرد که شیفته این لباس شده بود. فرح پهلوی میگوید که این لباس رو به عنوان لباس عروسی به آن دختر هدیه داده و برای خودش مشابه لباس اولیه را بار دیگر با طرحی متفاوت سفارش داده که هنوز در تهران هست. حراجی هرمان هیستوریکا تصاویری از این لباس منتشر کرده و نوشته که شهبانو فرح این لباس سفید با سوزندوزی‌های آبی و طلایی رو در مراسم‌های مهم تاریخی از جمله ملاقات او و آخرین شاه ایران با ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا استفاده کرده. برخلاف ادعای هرمان هیستوریکا این لباس نه در فرانسه که در ایران دوخته شده. حکایت این مجموعه لباس‌های فرح پهلوی که با الهام از صنایع دستی ایرانی دوخته شده از زبان خودش. خود من حس کردم که بعد از مدتی دلم برای خیلی علاقمند بودم به صنایع دستی ایران و پیشبرد صنایع دستی، که همطور که میدونی در مملکت ما صنایع دستی فوق‌العاده از هر گوشه، که بعد از چند سال حال یادم نیست درست چه سالی بعضی از خیاطام یه چیزایی درست میکردن مثلا با پارچه قلمکار یا اینا. بعد اون وقت من فکر کردم این کار رو بکنیم که آقای کیوان خسروانی که خودش مهندس معمار لباس ها رو طرح میکرد فکرم میداد، بعد یه خانم ذوالفقاری بود که میدوخت برام، از همه مهمتر خانم نینی جهانبانی بود که میرفت بلوچستان و این میداد این اینایی که کار دستی میکردن با نخهای رنگای جدید، برای که اونا رنگاشون بیشتر سیاه و قرمز و زرد بود با طلایی فیروزه‌ای و واقعا یه و قلمکار و بعد کلاغی کردستان از هر جای و لباس های خیلی و زری ها که وزارت فرهنگ هنر می بافتن، خیلی لباس های قشنگی دارن. بیشترش چیزن، تابستونی هن، حتی با مینیاتورای ایرانی هستن یا هم نوشته روش داره.